بردشه ترمز کردنته ببرن، تو که زله منو آب کردی. نه ترس پدر، تا احمد بیکله پشت فرمونه خیالت راحت راحت باشه. راستی راستی هم که بیکله ای. 26,000 بگیر. خدا برکت. خونه خراب شدم. خدایا درسته که ما پول نداریم، بابا رو بابا درمون کنیم، اما داریم. ای خدای بزرگ، من بابا ما تو گرگه نکن آذر جون. خدا بزرگ پاشو اون تربت رو بیار، یه خورده آب تربت بهش بده. ای امام هشتم خودت کمک کن. یا زامن آهو، اگه تربت پاکت بابا رو شفا بده، هر وقت پول دار شدم میام به پابوس تو یه دست شم روشن میکنم. بگیر مادر یه لیوان آب بیار. یا امیر المومن خودت بابای ما رو شفا بده. الهی آمین. خدایا خودت به ما رحم کن. اینا رو بگیر مادر جان بخور، تربت پاک امامه، الهی دوای دردت باشه. سلام. سلام مادر جان. ای با چی شده؟ بابا باز حالش به هم خورده. چرا نبردینش دکتر؟ نفست از جای گرم بلند میشه، پول نداری. مگه مزد نگرفتی؟ منو مامان اجاره خونه رو دادی، مهری هم شام خریدی. خودم مرگم بده، منم که یه پاپاتیم ندارم. خدا خدا منو بگیره تا شما راحت بشه. با خدا نکنه بابا. این چه حرفیه میزنی؟ دعا کن زودتر احمد آزاد بشه. خدایی یه دونه پسر منو نوناور ما رو به ما برگردن.
دلم گرفته دیگه، ای غم از جان غمگینم بگذار، زندانی غم در جهانم کردی، عمری تو بی نام و نشانم کردی، خورشیدم پنهان شد، چشمانم گریان شد، شادی از این دل اغده کی بکشاید، تاریکی زندان به سر کی آید. فلک بازی مکن چو برگ زرد پاییزم، با سر نوشت تار من، ای فلک بازی مکن، دردی که به سینه دارم شده غم خورم، دردی که به سینه دارم. تار من، ای فلک بازی مکن، دردی که به سینه دارم شده غم خورم، دردی که به سینه دارم شده غم خورم. نمیری الهی احمد آقا، عجب صدایی داری. آخ اما بمیرم واسه اون دله، معلومه که دلت مثل دل وامونده من خیلی گرفته، درسته یا نه؟ آره. پس بزن قدش که خوب فهمیدم، خیلی محشر خوندی. دلم واسه پدر مادرم و خواهرام یه ذره شده. منم دلم واسه اونا یه ذره شده، درسته که تا این لحظه که هنوزه هیچ کدومشون رو نمیشناسم، اما این زندون فرصتی شد که من و تو با هم دیگه صیغه خواهر برادری، ببخشید چی میگم، صیغه برادری بخونیم. احمدی زیر قولت نزنی بلاها. آخ به جون تو باور کن، من تو این دنیای هفول هفول هیچ کسو ندارم، فقط دلمو خوش کردم که بیام تو خانواده تو. خیال راحت بشه. راحت بشه قربونت برم احمدی، پس بزن قدیش. درسته که من اومدم اینجا و ظاهرن پیشنهادت رو قبول کردم، اما خدایی هم هست این پول به عنوان قرض به من بده، من بهت پس میدم. این چه حرفی عزیزی دلم؟ هستی و نیستی من مال توه، بیا. مال تو. مرسی متشکرم، خیلی متشکرم. اما یه شرط کوچولو داره. نه
اقلن به من فرصت بده، برم با این پول بابام برسونم بیمارستان. قول میدم برگردم پیشت. نه جونم، خدا بیامرز، بابام وصیت کرده که هیچ وقت به قول خوشگلا اعتماد نکنم. بی خود وقت خودتو تلف نکن، بابات منتظره که تو واسش دوا و دکتر ببری. خدایا منو ببخش. دیگه بنا نشو تغلب کنی، خودت خواستی دختر، این خواسته خودت. مریم خواهش میکنم، خواهش میکنم. داداش تو چطوری اومدی اینجا؟ باید وسط میکنم، بزر کمی نامرد بزرم. تو دیگه کی هستی؟ خوابشو خوش جامد نه کنی تو تو با اونها از و کسی به گور ببرد بعد وقت بریم. آره بیا بریم، بعدا حسابشو میرسم. بیچاره یه بعد وقت. من اینجا رفتم خونه مادرم، آدرس این کسافت داد، اسقری رو فرستادم دنبال دکتر. ببخشید اجازه بدین حق الویزیتتون رو تقدیم کنم. کجا گذاشتم؟ کو ویزیت؟ ببخشید. داشتم دنبال اسکناس دروش میگشتم. بفرمایید، قابل شما رو نداره، بذارین جیبتون، مال خودتونه. خواهش میکنم، اختیار دارین. چرا خونه خوش انداخت رو زمین؟ آقای دکتر، آقای دکتر، ببخشید، به جای اینکه اسکناس منو بذارین تو جیب، انداختنش رو زمین. خواهش میکنم بذارین تو جیب بغلتون. بفرمایید، بزن قدش. قربونه اینجاره چیز فهمید، خیلی خوش اومدی، صفا آوردی. داشت احمد؟ احمدی؟ احمد احمدی؟ چیه؟ چی شده؟ چیزی نیست. چطور چیزی نیست؟ من دارم میبینم که یه چیزی هست، باید واسه من بگی. پس برادری به چه دردی میخوره؟ گفتن نداره. میبینی که بیچاره پدرم داره میمیره، هر جا رفتم پول قرض کنم فایده ای نداشت. به چند نفر رو انداختم، هیچ کس تحویلم نگرفت. آخه من با چه روی حالا برم تو خونه؟ آبجیام دلشونو به من خوش کردن، پدرم اون پیر مرد بیچاره منتظره که من براش دوا ببرم. همه چشمشون به دست منه عسقری، اما من بدبخت دستم خالی با دلم شکسته. فکرشو نکن، خدا بزرگه. بیا بریم تو، وجود خودت برای بابات از هر دوایی مفیدتره. بیا بلکه اون پیرمرد تو رو ببینه و قوت قلب پیدا کنه. بیا بریم. بریم. پسرم کجاست؟ الان پیداش میشه، اونا هاش اومد. پسرم احمد جون. پدر. پسرم دست من داره از دار دنیا کوتاه میشه، اما دلم پیش شماست، روحم پیش شماست. هیچ وقت فراموش نمی کنم که تو در جوانی بهترین سالهای زندگی تو به خاطر من شب و روز زحمت کشیدی و دست رنج تو خرج دوا درمون من کردی. نه نه پدر، این چه حرفیه؟ من اگه تا آخر عمرم زحمت بکشم باز نمیتونم گوشه ای از محبت های شما رو جبران کنم. شما منو به وجود آوردین پدر، شما منو بزرگ کردین، تربیت کردین. حالا وظیفه منه که به فکر شما باشم. پسرم تو خوبی میدونم، اما یادت باشه خواهرت احتیاج به پدر دارم و بعد از من باید در حق اونا پدری کنی.
به من قول بدی که همیشه بالای سر خواهرت میمونی. قول میدی؟ قول میدم. قول میدم پدر. بخوره پسرم فرصت پیدا نمیکنه مادر، تفلک شب و روز واسه راحتی ما کار میکنه. بی خود مارم نذاش بریم سر کار، وگرنه مجبور نبود اینقدر زحمت بکشه. آری خدا رو خوش نمیاد که یه نفر کار کنه شیش هفت نفر بخوره. خب دیگه غیرتش قبول نمیکنه که خواهرش زحمت بکشن. ما باید به داشتن این داداش افتخار کنیم. نوشه جون باشتر. شما مرتب دارین چرت میزنین. نه ترسی، من شما رو سالم میرسونم مقصد، بعد همونجا یه چرتی میزنم، یه ساعت دیگه صبح میشه وقت کاسبیه. ای ای راننده پاشو آجو، من تو کار زندگی دارم، بس یه تاکسی فرمونه تا لنگ زورم میخوابی. تاکسی زحمت نکش فعلا که یارو خوابیده، تا از اگه بیدار بشه نوبت منه. چرا ببینم من تو از کجا آمده. پاشو ای راننده پاشو دیگه زور شد با پاشو. ای راننده پاشو معطلش نکن، پاشو دیگه بارو کنار بینم نوبت منه. سواز میری کور خوندی بارو کنار. پس اول دعوات رو بگیم دیگه، از کجا میری بارو کنار. ببین یه استات جو هست میگم نوبت منه. اگه دهنت زیادی کردم برو الان نشوره بودم. بابا ما صدا یکی بده بکنی. بفر بالا خانم، تا اونا مشغول دعوا هستن من شما رو میرسونم. بس به خود رو بده برو کنار. شاهدی الان نشونه دادم زکنه تو بکنم الان خورده از کنم. کجا تشمی میبری خانم؟ میرم شمرون یه خوردم تونتر برو، عجله دارم. خانم از صورت معمولی که نمیشه تونتر رم. برو من بهت دستور میدم. مگه شما کی هست خانم؟ به تو مربوط نیست. بله خب بابا، انگار از دماغ فیل افتاده. زیادتر از دهنت حرف نزن که بد میبینی. نفهمیدم. دلم میخواد یه دفعه دیگه این حرف آخرتو بشنفم. گفتم زیادتر از دهنت حرف نزن. لعنت بر شیطون. آخه خانم تو به چی مینازی؟ به این زبون خوشت، به اون راه نزدیکت، یا به این جمال خیلی خوشگلت؟ بی تربیت. با تربیت. اصلا تقصیر منه که خارج از نوبت سوارت کردم. حالا را میفتی یا اینکه نمرتو بردارم؟ اگه پیاده بشی و شرتو از سر من کم کنی از همه بهتره. برو پایین، حوصله ندارم با آدمای مثل تو سر کله بزنم. یالا برو پایین. تو داری منو پیاده میکنی؟ بله. هیچ میفهمی با کی طرفی؟ نه خیر، از نون خوردن میندازمت. چایدی. بسیار خوب، نشونت میدم. نشون بده. کجا رفتی؟ چرا نشون ندادی؟ دلم اصلا سوخت برگشتم. غلط کردی، من از ریختت بیزارم. لعنت بر شیطون. ببین ببین خانم، خانم ها عصبانی نشه تو رو خدا، خواهش میکنم بفرمون بالا. به زبون خوش راته بگیر برو، اگر نه هوار میکشه. حالا نمیشه به جای هوار یه سیلی بزنی بیخ گوش منو دق دلیت خالی کنی؟ آخه من وجدانم راضی نمیشه یه زن تنها رو تو این هوای گرم بذارم و برم. آره تو بمیری معلومه که خیلی هم وجدان داری. قسم به این موی قشنگت که دارم. دستتو بکش کنار تا سوار شم. خرش الهی قربونه
چشاد بشم من فدای اون برو بالا بشم من چشاد بشم من فدای اون برو بالاد بشم من مامان سر تو بالا کن عزیزم ما تو با کن به قربون چشاتم به مخلصت نگاه کن زندگی میدون جنگ زمونه رنگ و بارنگ دو دنیا نیرزه که دلت از غم بلرزه گنچه یه لبها تو با کن چاکره تو رو برا کن چشاد بشم من فدای اون بر و بالات بشم من مامان سر تو بالا کن عزیز اخماتو با کن به قربون چشاتم به مخلصت نگاه کن زندگی میدون جنگ زمونه رنگ و بارنگ خدا دنیا نیرزه که دلت از غم بلرزه خونچه یه لبها تو با کن چاکره تو رو برا کن بعد از این ساعتی بهت پول میدم کجا؟ هر جا که خودت دوست داری حتی میتونی مسافرم سوار کنی بگی این خواهرمه یا مثلا نامزدمه جدی؟ آره اگه میدونستم آواز من اینقدر موثره واسه همه مسافرام میخوندم نه تو فقط باید برای من بخونی را بیفته اطاعت چیزی ندارم بگم چرا؟ زندگی هر کسی یه قصه است ولی مال من قصه نیست قصه است با این همه برام بگو سراپا گوشم باید سراپا چشم باشی قصه من شنیدنی نیست دیدنیه یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود میون آدم های جور و جوری که تو هم بول میخورن یه احمد نامی بود یا بهتر بگم یه احمد نامی هست این احمد شوفر جماعت بهش میگفتن احمد بیکله اما یه روزی از روزا از دنده چپ شد یکی رو زیر گرفت مدتی رفت زندون وقتی اومد کله دار شد جونم و صد بگه احمدی ما چهار تا خواهر داره و یه دونه مادر باباش دم مرگ مادر و خواهراشو به اون سپرده احمدی جونشو و خواهراش شب و روز تلاش میکنه در 24 ساعت 2 ساعت بیشتر نمیخوابه واسه اینکه خواهراش راحت باشن بزرگترین آرزوی احمدی اینه که خواهراش سر سامون پیدا کنن دلش میخواد اونا رو با آبرومندی با جهاز خیلی مفصل با هر چی که زن و پیش شوهر عزیز میکنه عروسشون بکنه و این کارم میکنه حتی اگه به قیمت از دست رفتن جونش باشه احمدی ما اینه فهمیده که طبیعت قربونی میخواد همیشه یه نفر باید فدا بشه تا عده‌ای راحت زندگی کنن احمدی ما میخواد خودشو فدای خوشبختی خواهراش بکنه قصه ما به سر رسید خانومی که شما باشی به مقصد نرسید بابا دستش خوابی ببینم
لیلی زن بود یا مرد؟ نه، دارم به احمدی فکر میکنم. احمدی یه قهرمان واقعی. من روح بزرگی اونو ستایش میکنم. کجا میخوای بری؟ میدونی من نیم ساعت تو قهوه خونه این پشت با برادر خوندم کار دارم که هم احوال خواهرامو بگیرم هم خرجی واسه شون بدم ببره. حوصله که سر نمیره. نه منتظرت هستم. الان میام. آمد آمد تا رسید در برابر خیمه کیخسرو. دست ادب به سینه، پای عزت جفت، ایستاده و گفت بنی آدم ها زون یک دیگران، سر قرون پول به هم میپرند، کلنگ از آسمون افتاد و نشکست، وگر نه من کجا با قصه گویی؟ به به خوش اومدی داشت احمدی، بزن قدش، حالا چطور عزیزم؟ حالا به خاطر ورود برادر مرشد یک صلوات بلند و جلیل خط کنی. بگو ای بلا مرشد بشین اومدم. حالا رستم و در خیمه کیخسرو داشته باشی. اگه خدا زندتون گذاشت هفته آینده همین روز و همین ساعت بیاین تو همین قهوه خونه سر جای خودتون مؤدب بشینید. اگه من وارد شدم پاشید پیش پام تعظیم کنید، دستمو ببوشید تا بقیه قصه رو واسهتون بگم. اگرم وارد نشدم چون ممکنه تو این دور زمونه تاکسی گیرم نیاد، انقدر انتظار بکشید تا اجل به سراغتون بیاد که فرمودن الانتظار رو اشد من الموت، باقی بقایت جانم فدایت. همه چهان بود بایازه. ببینم پسر تو از کی تا حالا قصه گو شدی؟ ایش رسوامو نکن. با قهوه چی گابندی کردم که روزا بیایم مجانی چایی و نهار بخوریم، عوضش من سر مشتریاشو گرم کنم. خب دیگه یه لقمه نون و بوغلمو این حرفارم داره. آی قهوه چی؟ بله جناب مرشد. بود بود و بیا ببینم. فرمایش بود. به حساب مرشد از داداش مرشد حسابی پذیرایی. به روی چشمم. چی میداری؟ یه صابونه بیار داداش. بود و بیار. نفهمیدم تو هنوز صبحونه نخوردی؟ نه بابا مشغول کار بودم. پس یه بارگی بذار شام بخور. بگو ببینم مادر خواهرام خوب 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 خیالت راحت باشه بیا. تا منو داری هیچ غمی نباشه. اینه واسه خرجی شد. خدا برکت. قصه نخور، منم تازه رفتم سر کار، کمکت میکنم. ببینی که جناب مرشد چه برو بروی داره. پس این کارا چیه؟ برو دنبال یه کار آبرومند. پس خبر نداری از امشب داداشت یک تاز کاباره آلاله. اونجا چیکار میکنی؟ باید بیای ببینی، امشب منتظرتم. بیا ببین چه جور ازت پذیرایی میکنم. بله راستی تاکسیت کجاست؟ میخوای دو سه ساعت کمکی واسات کار کنم؟ اگه بکنی میرم یه سری خونه میذارم. بدم قدش سویچ رد کن بیاد. سویچ رو ماشینه. یه دخترم تو تاکسی نشسته. پیادش کن بگو منتظر من باشه. جون من چرا منتظر من نباشه؟ ای شیجون بلا من رفتم. بگو یه کجا که جوری اینم مال آقای خود. داداش منو مسخره کردی یا خودتو؟ موضوع چیه؟ یه چای بیار ببینم. نه خیر نیار، نه تاکسی هست نه دختری که میگفتی. چی داری میگی؟ چه میدونم، باشو خودت بیا ببین. من که همه جا رو گشتم و پیدا نکردم. نکنه دختر دوز بوده؟ بیا ببینم. بریم ببینیم. بقیم میشه شد چهار تومن 3000 تاکسی متر میگه من نمیگم. پول خورد ندارم. من ندارم. بیا بقیهش مال خوده. بدش من آخ بگردم. نگردار تاکسی نگردار نگردار. مگه آدم نهیتی پیری؟ چرا با ایستادی سوار شدی که؟ چه جوان پوشت برو ایوا حال دان چیدوره چیف دان چیده حت دانو بیره بود دان دستان
فهمیدم تو زنی. ای شیطونه پیر، از کجا فهمیدی؟ از چی شد؟ احمدی خب چه خبر؟ هیچی، دیدی چه بچه ها؟ حالا جواب سوال میچینی چی بدم؟ صد دفعه گفتم گول این دخترها رو نخور، اینا رو فقط خدا میشناسه و من. باید بریم راهنمایی شکایت. آره بریم. من داشتم میمدم قهوه خونه دنبالت. آره تو بمیری، پچه را تاکسی داداش منو داشتی. اون چی میگه؟ بلش کن، تو کجا رفتی؟ من رفتم وسط کار کردم، یا 26 تومن و 2000 جمع شده. جدی میگی؟ بچه چی میگی؟ نه بشنو، باور نکن، حالا که مچشو گرفتیم داره کلک میزنه. آهای حرف دهنتو بفهم. میفهمم، حس که خیلی خوشگلی، وگرنه چنون میزدم تو چونت که مگه بیکاری مرد بزن قدش. نمیفهمم اون کیه، چی میگه؟ احمد باور کن راست میگم، دیدم تو دیر کردی، گفتم شاید میخوای استراحت کنی، چرا تاکسی بیکار بمونه؟ خوب کاری کردی. بله خیلی خوب کاری کردی. میدونی تو نمیری، من هی بهش میگفتم بابا این دختره دختر خوبیه، رفته واسد کاسیبی کنی، مگه حرف گوش میکرد؟ هی میگفت جواب صاحب ماشینه چی بگم؟ جربت نکو بسر. دیدی احمد آقا، دیدی من قیافه شناسم؟ خب خانم جون بزن قدیش، بنده از پری خانداداش احمدی، با احمد آقا سیغه خواهر برادری، ببخشید سیغه برادری خوندیم، سرکار آلو. اسم من شعله. واخ 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 نسوزونی مولو. یا احمد آقا اینم اسمش، هی بگو روم نمیشه بپرسم. خب دیگه را میفتیم بریم. من با شعله میرم، تو هم برو خونه پول بده به مادرم. باز ما رو فرستادین دنبال آلوسیا؟ ای خدا بگم چی کارتون کنی؟ ای نمک نشناسم، الهی که شب عروسی تو آسمون قلمبه بشه، عجب ناغلاهایی هستن. شدایی موا دارم، عشق و مستی که ای پروا دارم، پرنده عشق و امیدم من، پیام شادی بر لپا دارم، ستاره ای در شب خاموشم، بیا ببین گرمی آغوشم، به جان تو شادی میریزم، شراب لبخند لب نوشم. منم که دل بستم بر روی تو، شدم گرفتار گیسوی تو، تویی که چشمان جادو داری، منم خریدار جادوی تو. همدم جان من شیدایی، تو مونس این دل تنهایی. همدم جان من شیدایی، مونس این دل تنهایی. که میدانی گل عشقی چه رعنایی چه زیبایی، بیا گل مهرت ببویم من، ببوسم من که دل خواهی، فدای تو سازم دل و جانم، وجودم را خدا دانم، که بهتر از جانم در این دنیا چه میخواهی چه میخواهی. تو شاهد عشق ما خدایا، دور از دل ما بلا خدایا، قسم عشق تو و پیمانم که من به پیمان تو میمانم، قسم عشق تو و پیمانم که من به پیمان تو میمانم. میدانی گل عشقی چه رعنایی چه زیبایی، بیا گل مهرت ببویم من، ببوسم من که دل خواهی، فدای تو سازم دل و جانم، وجودم را خدا دانم، که بهتر از جانم در این دنیا چه میخوایی چه میخوایی. تو شاهد عشق ما خدایا،
دور از دل ما بلا خدایا قسم به عشق تو و پیمانم که من به پیمان تو میمانم قسم به عشق تو و پیمانم که من به پیمان تو میمانم میترسم که این سوگند برای هر دومون گرون تموم بشه منظورت چی؟ برات که گفتم من تنها پسر یه خانواده فقیرم و مسئول زندگی 5 نفر من و تو شاید اصلا با هم جور در نیم این حرفو نزن احمد دیگه این حرفو نزن میدونی چیه؟ من از اون مرده نیستم که جای پول حرف ببرم خونه اگه خانواده تو حتی یه کمی بالاتر از خانواده من باشه من که هنوز خودم رو به تو معرفی نکردم از کجا میدونی خانواده من کمتر از خانواده تو نباشه پس برام تعریف کن بسیار خوب گوش کن منم یه دختر فقیر و بیکارم حالا مدتی اومدم تهران دنبال کار تنها؟ نه تنها نه با برادرم منزلتون کجاست؟ تو یه مسافرخونه هستی مسافرخونه؟ آره بیانم مسافرخونه بیرون ببین ما توی خونه اجاره نشینی زندگی میکنیم این اواخر یه اتاقش خالی شده شما بیان اونجا رو بگیرین هم به صرفتونه هم با خانواده من آشنا میشین خیلی خوب آدرسشو بده باشه بریم تو را واسط میگم خیلی خوب عزیزم خب برو خدا نگهدار شب تو خونتون منتظرتم زود یا خیلی خوب به سلام من میخوام شما رو ببینم کجا هستن؟ تو تالارم خیلی خوب با اجازه سلام پاپا سلام سلام تو از صبح تا حالا کجا بودی دخترم؟ یکی از دوستام یه مهمونی ترتیب داده بود اگه نمیرفتم از من میرنجید خب بگذاریم تو درباره ازدواج تصمیمی گرفتی؟ ازدواج با کی پاپا؟ با یه جوون یه جوون برازنده که همشأن خانواده ما باشه پاپا یه دفعه که براتون گفتم این مردایی که اطراف ما هستن اغلب چشم به ثروت ما دارن اوه دخترم تو و پرویز برادرت دیگه دارین حوصله منو سر میبرین با پرویزم هر وقت از ازدواج صحبت میکنم همین جوابو به من میده آخه پس تکلیف من پیرمرد چیه؟ من دلمو خوش کردم که عروسی شما رو ببینم و این آخر عمری با بچه های شما سرگرم بشم پاپا ناراحت نباش قول میدم به همین زودی کاری کنم که تو به آرزوت برسی به شرطی که زیاد سخت نگیری نه همین اندازه که داماد همشأن خانواده ما باشه من راضیم راستی دخترم تو هیچ وقت به شاپور پسرمو فکر نه پاپا چرا دخترم
شاپور هم جوون خوبیه و هم تو رو دوست داره. بالاتر از همه خودش به اندازه کافی ثروت داره. دیگه خیالت راحته که چشمش دنبال مال و ثروت تو نیست. آه نه، نه پاپا. چرا نه؟ سلام عمو جان، سلام دختر عمو جان. انشالله کی میتونیم ما با هم عروسی بکنیم؟ هفته آینده. الان چند ساله که تو به من میگی هفته آینده؟ بالاخره این هفته آینده که کی میرسه؟ وقت گل نمیرسه. شاپور جان، من الان داشتم درباره تو با شعله صحبت میکردم. بله عمو جان، تمام حرفاتون از پشت در شنیدم. از شما ممنونم عمو جان. اما دختر عمو جان، از شما کی میتونم قول عروسی بگیرم و ممنون بشم عزیز جان؟ هفته آینده. باز گفت هفته آینده. خداوند این هفته آینده رو زودتر برسان. خانم جون، شما آمدن کرتاه، من با شما کار داشتم. ببین دختر عمو جان، من اصلا از ریخت این ندیمه تو خوشم نمیاد. این همه دختر تو مملکت خودمونه، تو رفتی ندیمه آوردی؟ به تو هیچ مربوط نیست. ممنونم سارا. پسر عمو جان. چی؟ گفتی پسر عمو جان؟ قربانت بگردم دختر عمو جان، چقدر با محبت شدی عزیزم. اگه موافق باشی و پاپام اجازه بدن، چند روز با هم میریم شمال که بیشتر با هم معاشرت داشته باشیم. بلکه همدیگر پسندیدیم و برگشتیم عروسی کردیم. فکر خوبی. عالیه، قربونت بگردم. ای وای، خاک بر سرم. شازده عمو جان. خب دختر عمو جان، فکر میکنی به میمنت و مبارکی من که به دامادی عمو جان مفتخر میشم؟ بالم جان. والا فکر میکنم هفته آینده. باز چه گفتی هفته آینده؟ ولی این دفعه جدیه. جدی میگه که جدی میگی؟ آره. پس بزن بریم دختر عمو جان. خدا نگهدار بابا. بدرود ای عمو جان، ای پدر زن جان، برای یه تخت ساتور میارم از لاهی جان. خاک بر سرم. وای 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 اتاقت هیچ فرقی نکرده. یادم یاد از 14-15 سالگی که صدام دورگه شد، دیگه منو به اتاق خوابت راه ندادی. چرا؟ امیدوارم بدونی چرا. آره. خب اگه کاری داری بگو، من باید زودتر برم منزل و لباس سفر بپوشم. لباس سفر لازم نیست. چرا؟ برای اینکه اصلا مسافرت نمیریم. چی میگی دختر عمو جان؟ یادت باشه از این ساعت به بعد به من نگی دختر عمو جان. دختر عمو جان؟ چرا نگم دختر عمو جان؟ برای اینکه من و تو باید نقشه یه خواهر و برادر رو بازی کنی. خواهر و برادر؟ نه نه نه، من هیچ خوشم نمیاد از اون گذشته. تو که خودت یه برادر داری به چه خوشگلی. درسته، اما پرویز به اندازه تو دست و پا چلفتی و خول نیست. دست و پای شما درد نکنه. آخه موضوع چیه؟ برای پسرموتم بگو. منو تو به اسم یه خواهر و برادر فقیر که از شهرستان اومدن اینجا دنبال کار میگردن، میریم تو یکی از منازل پایین شهر یه اتاق اجاره میکنیم. بقیه کارو با من. درست شنیدم؟ تو گفتی منو تو به اسم یه خواهر و برادر فقیر؟ آره، میریم اجاره نشینی میکنیم. آخه چرا؟ مربوط به ازدواج شاپور جان. پس چه عروسی میکنیم دختر عمو جان؟ اول جواب منو بده، حاضری هر کاری گفتم بکنی؟ آه یس، به خاطر عروسی با تو من حاضرم جان فدا کنم جان. اما باید قول بدی این راز بین من و تو بمونه، هیچ کس نباید از کار ما سر دراره. قول میدم. حالا بگو ببینم کی عروسی میکنیم. هفته آینده. متشکرم. خواهش میکنم. یس لیولانس. یس یس پروفسور چنکا چونکا. سلام عرض کرد به شما. حالا شما شاهد عملیات محیر القغول بنده خواهید بود بوده. خب از بیانی شما خانوم ها و آقایون، مخصوصا خانوم ها، یک نفر لازم، یک کروات به من داد شما. شما؟ نه متاسفم. نه و نجمه؟ دیو؟ شما؟ خیلی متاسفم. خیلی ها باش؟ شما؟ کار تو را میندازم. ولی این کراوات کادوی نامزدمه. خیلی برام عزیزه. از لندن آورده. خیلی هم قیمتیه. مواظبش باشی. قیمتی.
چون مال لندن هست لازم از گردن شما کندن. مطمئن باشی من مراقبت میکنم که مواظبت نشه. شما نشستن لازم و تماشا کردن لازم. خانم ها متوجه کنید This is a دستمال و این هم هست مثلا یک کراوات که کراوات رفت داخلی دستمال اجه مجه ترجه کرجه اون بره کرج منزل فرجه حالا قره چه نکیم آه این چی کار رو کنید دیدم سالم بهت پس مونده مطمئن باش دب دب بقیقه میریدی بطمئن نیدی ایساب مرده هنوز سالم توجه کنید هنوز سعی و سالم هست لطفا توجه لازم رکتو رکتو پتو رکتو پتو رکتو پتو بیلی 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 ملاحظه فرمونی دستمال سالم هست حالا رکت پتو داخلی دستمال خواهش میکنم توجه کنی حالا دوباره در دستمال هست و صحیح و سالم بیرون آمدن کردن اینجای سیبیل آدم دو لعنک پچه ها درست نشد ایدای بیداد گفتی کراوات کادوی نامزدی که آره از لندن برای سوغاتو برده آره ایدای بیداد خیلی هم قیمتی آره آره با آرباره پس باته هاشو بخود چایدی میکشنه بچه میکشنه بگیرنش همی سرد من باید تو پروفتر قوضا بید چرا کراوات کادوی نامزدم و فاره کردی بیا بگیرنش بایده بچه من یه چنگه نیفتی به خدا میکشم بیا خبر اینجا خواهش میکنم عصبانی نشید عصبانی نشید چی آقا کراوات کادوی نامزدم بود میکشمش آقا تمنا میکنم بفرمایید بشینید من خسارتشو میدم هرچی اگه خسارتشو ندی کاورتو به هم میریزم برم کن برم بزنم خاک بر سرت کنم تو که نمیتونی شعبده بازی کنی چرا میکنی چی شد اسخری موضوع چیه ها به تو چه تو دیگه کی هستی داداش منه هر کی میخواد باشه مگه میتونه جواب مشتریای منو بده آره چرا نمیتونه یه صدایی داره که اگه بشنوی از هوش میری احمد جون یه دهن بخون ساکتشون کن آخه چی بخونم؟ یه آواز بود میخوندی یا چی بودش اون چیزه میمونیم تو میدونی؟ تو که نبودیم آمده ایم دور هم و اینا جون من بخون مرگ من بخون ساکتشون کن بخون بخون خیلی خوب میخونم می آقای مدیر دیگه شور نزن خیالت راحت باشه اومدیم بیری آداره همینجا به صفا که می بنوشیم به صفا که می بنوشیم جون مولا نشد الخور تو از ما می تو زود برو بالا می تو زود برو بالا مردونه اخ نکن دیگه امشب با هم بخندی جون من بگو اگه دل خوری در کافشو ببندی تو این زمونه از من شما غیر این صفا نمونه با صفا بشیم بیریا بشیم غم خود در این زمونه ساقی صفا نمک بیا می بده پشت هم تو ما را من که مردتم من که گشتتم جون من ناز نکن به مولا مردونه اخ نکن دیگه امشبا با هم بخندی جون من بگو اگه دل خوری در کافشو ببندی تو این
زمونه از من و شما غیر این صفا نمونه، با صفا بشی بیریا بشیم غم مخور در این زمونه، ساقی صفا دم نمک بیا می بده پشت هم تو ما را، من که مردتم من که دشتتم جون من ناز نکن به مولا. بفرمایید، تو خواهش میکنم. داداش دیدی چه برنامه خوشگلی اجرا کردم؟ حیف که مردم نمیفهمن. برنامه های من به درد 100 سال دیگه که مردم میرن کره ما میخوره. خدا رو شکر کن که داداشت اومد و مردم رو ساکت کرد، وگرنه تیکه بزرگت گوشت برو جان پزشکی بابا. مشروب چی میخوریم؟ من خودم تنهایی یه بوس ویسکی میخوریم. مادر تو خونه رات نده. من خیلی ممنون آقا، ما چیزی نمیخوریم. من میخوریم. هر طور میل شماست. خب ببینم، حاضری با شبی 50 تومن تو کاباره من آواز بخونی؟ شبی 50 تومن؟ از حقوق منم بیشتر؟ چرا ذوق زده شدی پسر؟ تلتادی، من از طرف اون رضایم. بی خود رضایت میدی؟ آدم زنده که وکیل وقتی بله درستی. آقای مدیر، اگه منو میخواین باید سر راست شبی 100 تومن به هم بدین. ای بنازم به اون اشتها؟ بسیار خوب، چون این حالی فردا شب سر ساعت ده. قربون شما. خب خداحافظ آقای مدی، از فردا شب نونت روغن کرچکه. سلام. سلام، خیلی خوش اومدی شما. به صفا وردی، زنگو بزن و پردر رو بکش. احمد جون، تو که میخواستی همچی مهمونایی دعوت کنی چرا زودتر به ما خبر ندی؟ شعله از خودمونه مادر جون. خب کی اومدی؟ تقریبا 2 ساعت پیش. میخواستی زودتر بیای شام و مهمون خودم باشی؟ بیا اینجا. تو دیگه خفه. آخه چرا؟ برای اینکه من بهت دستور میدم. باشه، حالا که شما دستور میدین خفه خون میگیرم. اتاق گرفتین؟ آره، اون طرف حیاط. خیلی عالیه، خوشحال شدم. بچه‌ها شعله دختر خیلی خوبیه، مثل خودمون بیریاست. من مطمئنم که خیلی زود با هم اونس میگیریم. اونس گرفتیم داداش. آره شعله خانم خیلی خونگرم و دوست داشتنیه. مرسی. خوشگلم هست داداش، خوش با حالت. دیگه از این شیطونی ها نکنی یا دفعه آخرت باشه. بله، چه معنی میده جلو 4 تا بزرگتر؟ بگ 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 نفهمیدم می من چی نمیگم؟ می شما می چی نمیگید؟ دیدید شعله چرا منو به خانوما و آقای معرفی نمیکنید؟ این چرا دیدید میکنه؟ میگی فراموش کردم، ایشون داداش من احمد اصغر. خوشحالم، منم همینطور. منم بدبختم. بیت 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 خفه. راست میگی. چشم، ولی اجازه بده 2 کلمه حرف بزنم. بی ربط نباشه ها. اگه بی ربط بود بزن تو دهنم. خیلی یهو، ببینم شعله خانوم، داداش این پزمولوکه. خفه شو، مگه چه میبرم؟ خفه شو، ریختشو ببین. باشی ببینم خیار چنبر بلند کردی؟ باشی ببینم صورتتو چرا تکون ندادی؟ این چه دماغی تو داری ها؟ شو چپه؟ در گله رو بکن ببینم. ای با افقری، این چه خالیه؟ دست رفت دیوانه. دهنتو ببند و کلون رو به دیوانه، هیچ میفهمید ده؟ با چه طرفید ده؟ بدبختت میکنم، به خاک سی... میخوام ناز نکن برا زنم بلا، ناز نکن بیا 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 ای زنم بلا. با اون چارن گوش قد و بلا، ببین چه پر رو چقدر بلا. ابا چه لوس با چه بی خیا، برو دوشو پیش من نیا. بیان که بیچاره تو هم اسیر و آواره تو هم، نگاه بکن خوب توی چشام. سلام سلام، من تو رو میخوام جان، تو رو خدا ناز نکن برام. بانده چشمای بی حیات، آخه بشم عاشق کجا؟ دیگه تو بس کن تو رو خدا، با اون چارنگوش قد و کلا، ببین چی پر رو چقدر بلا.
برایت میمیرم وای عاشق سینه چاکم به دامت وای اسیرم وسیگه لبات حلاکم چون تو بی حیا جان عاشق بلا واله و شیدان میخوام زیرا سمون جون بین این و اون تو یکی رو تنها نمیخوام بیا 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 الهی که دردت به جونم جونم بیا 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 دردت رو تنها میدونم سلام سلام من تو رو میخوام تو رو خدا نزدون برام ظالم بلا ناز نکن بیا 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 ای ظالم بلا جون 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 اسخری جون اسخری چی میگی اختری؟ میگم تو چی میخوای موضوع رو با داداشم در میون بذاری؟ راجب مهریه و شیرباها و عقد و عروسی اینجا چیزا؟ آره دیگه عرض کنم خدمت اختری که الهی بر نفر ایشالا موضوع دو سه ماه وقت لازم داره ایوا چرا دو سه ماه؟ پس چقدر؟ دو سه روز چرا دو سه روز؟ پس چقدر؟ تو که میگی بگو دو سه ساعت خیلی آتش تنده بر پریده بزن قدش تا یه چیزی واسط بگم بگو. من از تو آتشم تندتره اما چیزی که هست تازه رفتم سر کار اینه که باید چند وقت کار کنم اسباب اساسی خونه بخرم این دو چی؟ تازه من با داداش سیغه خواهر برادری ببخشید سیغه برادری خوندم این سکی باید اول سیغه خواهر برادری رو پس کنیم بعد تو رو بگیرم راحت خیلی چلکی اگه بخوای میتونی تمام این کارا رو دو سه ساعت تموم بکنی حالا قر نکن من از خدا میخوام که زودتر سر و ته قضیه هم بیادش اونجا رو نگاه کن اینم نگاه کن متاسفانه باید به عرضتون برسونم در کار شما اشکالی پیش اومده که فعلا تا چند شب نمیتونید برنامه اجرا کنید اشکال بی اشکال آقای مدیر ما با شما قرارداد داریم درسته باور کنید من خودم از این وضع ناراحتم ولی چاره ای ندارم حالا فردا شب بیایید بلکه کارتون رو درست کرده ای بخوشی شانس به به آرتیسه هنرمند کاباره نگفتم ناامید برمیگردید حالا مگه چی شده؟ تازه شدیم مثل دیشبمون ای بابا چه تو چیزی نشده؟ نونمون آجر شد رفت به کارش الهی که زبونت از پس گردنت پلوقی دراد مرد که دیگه نفوس بد نزنی پس یادت باشه که دیگه با من بدرفتاری نکنید من نفسم گیراست نه خیر کور خوندی خیلی هم نفست گیرا نیست آقای مدیر قربونش برم به من گفت فردا شب یه سری بزنی کارتون رو درست بکنم غلط کردی تو خودت غلط کردی بزمجه من الان هو میکشم که فردا شب به کلی کابره تعطیل شود هو میکشی؟ بله تو باید بری زیر نافتون بو دی... بکشی بعدش هم زو بکشی تو رو سیاب به علت تغییر دکوراسیون تا اطلاع ثانوی تعطیل ایداد بیداد میبینی چی نوشته؟ اصلا ما شانس نداریم شانس نداریم چه داداش؟ برادر شعله خانوم هی نفوس بد میزنه به جون تو احمدی تا برسم خونا چنون با موش میزنه تو سرش که حالش جا بیاد اینطوری چرا میزنید؟ برای اینکه آقا نفوس بد بزنید میخوام این آقا از سرت بینگرد مماغ تو مماغ تو مماغ تو مماغ تو ببینم کنار ببینم کنار برادر تو برادر ببینم بازه برابچه 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 دایید بنفرید بنفرید بلم کنی میکشمت دورت میزنم بگو ببینم جریان این کاباره چیه تو باعث شدی کاباره تعطیل بشه خب معلومه کاباره مال خودمه چه خوب ببینم تو حاضری کابارتو به من بفروشی
فروش چه؟ من حاضرم دو دستی تقدیمت کنم دخترم و جان. اما تو کابرم میخوای چی کار؟ این مربوط به ازدواج برای رو چی باشه بهت میدم. تو باید بری به مدیر کابرت سفارش کنی که به طور اقساط کابره رو به ماه 3-4 هزار تومن بفروشه به احمد. آخه چرا؟ گفتم که مربوط به ازدواجه. گفتی ازدواج؟ بالاخره چه عروسی میکنیم؟ اول بگو ببینم پسرم و جان حاضری این کارو برا من انجام بدی؟ بله بله بله. متشکرم شاپور جان، خیلی متشکرم. به نظرم عروسی جلو افتاده. خب کی؟ هفته آینده. شاپور خان تو دلخور نشو، این عسقری ما بالاخونش اجاره داده. شاپورم همینطور خوب به هم میایین. بابا ای والله، اقلا تو آبروی داداش تو نبر. خب من کار دارم میرم و بر میگردم، میرم تو شهر. برو داداش جون، بیا دل بر میگردم، بعد داشتی بر میگردم. تو چرا خودتون کابره رو نمیخری؟ بخرم؟ انگار نفست در جای گرم بلند میشه. یا حضرت فیل، آخه با کدوم پول؟ کابره‌ای که ورشکست شده و تعطیل کرده پول زیادی نمیخواد، اصلا شاید قسطی بفروشه. دست بردار عزیزم، جدی میگم. تو فردا برو با مدیر کابره حرف بزن، شاید راضی بشه. آخه من که دیوونه است. احمد جون، من به دلم افتاده که این کابره آلاله مال تو میشه. میدونی حتما صاحبش نتونسته خوب ادارش کنه که ورشکست شده، اما تو میتونی، ضرری که نداره. تو فردا برو با مدیرش حرف بزن، شاید فروخت. آره میفروشم با شرایط خیلی مناسب. جدی میگی؟ البته. ببینم شرایط شما چیه؟ آره شرایطتون چیه؟ چون میدونم جوون زحمتکش و هنرمندی هستی، هیچ چیز قسط نمیخوام. فقط ماهی 3,000 تومن قسط بده تا پولش تموم بشه. اصلا ببین چی میبینم؟ مدیران آینده کابره کمیسیون دارن، مزاحم نشی. شرایطش عالیه ها. عالی چیه؟ مفته. مفت چیه؟ مجانیه. اصلا این مدیر قربونش برم بالاخونهشو مجانی اجاره داده، وگرنه کسی همچی معامله ای نمی کنه. بالاخره این کابره مرده یا زندهش مایی 5-6 هزار تومن در میاره. از خودش در میاریم قسطشو میدیم. برو ببینم. برو. بله مایی 3,000 تومن که چیزی نیست. سگ خور، ببخشید مدیر خور. بله آی مدیر، حاضرین الان بریم محضر؟ بله چرا حاضر نیستم. پس بزن قدش تا یادت نرفته، حرکت کن به طرف محضر. بفرمین آی مدیر بعد از این. گلو گلو. من اینجا رو امضا کنم. اینجا رو. ای تو چشم هر جوری بگی امضا میکنم. کجا رو امضا کنم؟ اینجا، کجا رو؟ اینجا، اینجا. تو نشون بده. بفرما. اینم یه امضا گت گنده. ببینم آقای دفتردار، از من امضا ممضایی نمیخوای؟ من خوب میتونم انگوش بزنم. نه لازم نیست. شما بیاد امضا کنید. چشم. کابره شدیم از خرید رب به یه کارش. بیا تو بقلم قربونت برم الهی عرض در کابره رو خریدیم. شیرینیشو بگیم از اون پوشش، از اون بگیم ما صاحب کابره شدیم. آخه تو برای من شانس آوردی شعله. از روزی که تو وارد زندگی من شدی دنیا به روی من میخنده. بله درسته، این عادت فامیلی ماست. ما هر جا میریم همه رو غرق در دریای خوشبختی میکنیم. آخه ما نجات خریدیم. بابا جمعه تو جمعه. من کم بودم که منم اومدم. کی میزنه قدش؟ من میزنم. خب بکش کنار، دست شعله خانم نرمتره، مرمز زیاد. خب بچه ها از این به بعد یه وقت تنبلی نیست، باید چنون کاباره رو بخونیم که سر سال میلیونر بشیم. یالا را بیافتیم بریم کاباره. من چرا بیام؟ درا بیافت دیگه. آخه برای چی من بیام؟ به به همش دست توه. یه پست خوب واسه در نظر گرفتم، اتفاقا به هیکلت خیلی برازنده است. اما از میخوام شاپور و گارسونش کنم. بله تو هم بیا بابا کار کن دیگه. گارسون پدرته. یالا را بیافت بریم. خب فعلا خدافظ عزیزم. خدافظ. بیا بیاف جلو، دست تو بنداز قلالی رو بی برو کلوم بی.
عشقت به سینه ندارم، جز چشم مستت آینه ندارم. گرچه تو بردی از یاد خود نامم، باور کن از تو من کینه ندارم. گرچه تو بردی از یاد خود نامم، باور کن از تو من کینه ندارم. من موج سرکش حسرت و دردم، با تو مگر به جز یاری چه کردم؟ رفتی و بی تو از دنیا گذشتم، ای دریغ از تو و از سر گذشتم. رفتی و بی تو از دنیا گذشتم، ای دریغ از تو و از سر گذشتم. آسمان چشم من بی تو غمگین است، سینه ام اصلم سرد و سنگین است. رفته ای اما دلم با خیال تو، شعله بر از این عشق دیرین است. رفتی و ویرانه کردی آشیانم را، ابر بیباران گرفته آسمانم را. رفتی و ویرانه کردی آشیانم را، ابر بیباران گرفته آسمانم را. چشم من بی تو غمگین است، سینه ام اصلم سرد و سنگین است. رفته ای اما دلم با خیال تو، شعله بر از این عشق دیرین است. رفتی و ویرانه کردی آشیانم را، ابر بیباران گرفته آسمانم را. رفتی و ویرانه کردی آشیانم را، ابر بیباران گرفته آسمانم. که شما به منزل برگشتن کرتاهی، احمد چه کرتاهی؟ نمیدونم، حتما دلش برا من یه ذره شده. منم همینطور. میدونی سارا، من میخوام امتحانش کنم. میخوام ببینم حالا که صاحب کاباره شده و پول و ثروتی به هم زده، به من وفادار میمونه یا نه. خوب فکری هست، شما با یه قیافه دیگه به کاباره رفتن کرتاهی. اما میترسم منو بشناسه و پتم رو آب بیفته. نه شما ترس نداشت، من الان کار رو درست کردن کرتاهم. میخوای چی کار کنی؟ شما صبر کردن لازمه. آره یه خودتون من سلام کردن کرد. به به، خوب کاری کردن کرد. شما خوش آمدن کردی. چیه؟ چرا اینه بربه و همیگه براق شدی؟ شی ببینم شما چی هستی خانم؟ من در مملکت آوازخانه کاباره بود، شما مرا استخدام کردن لازم. تو چشمم خودم استخدامت میکنم جنگل بنگولی. عجیبه، یعنی اینقدر شباهت ممکنه؟ افقری این شکل شعله نیست؟ چرا درسته؟ اما اسم من شعله نیست، اسم مال من هست شیرین زبان. ببینم شیله پیله که تو کارت نیست ها؟ شیله پیله چی هست؟ او چی گفتن کرد؟ گفتن کرد که برنامه امشب ما پر هست، شما فردا شب آمدن کرد نزد خود این جانب، من شما رو روی سن فرستادن کرد، شما آواز خوندن کرد، آقای مدیر اگه پسندیدن کرد من شما رو استخدام کرد، اما اگه پسندیدن نکرد غصه نخور، خودم کاری میکنم که پسندیدن کرد. جو گل بگو آقای مدیر ایشان بله
اما معاون پیش خدمت منه. آره اوه شما خیلی خوش تیپ هست. چیه؟ خوش پیپه؟ ده ده گنده ها میخوای چی کار کنی زن؟ شما رو پسندیدن کرد. شما باید منو پسندیدن کرد. اون نامزد داشت اما من نداشت. اون نه من مدیر رو پسندیدن کرد. اگه من شما رو بوسیدن کرد نامزد با شما چی کار کرد؟ با لنگ کفش خدمت رسیدن کرد. اما حالا نامزدش رفته مسافرت اشکلی نداره. چیش رو اشکلی نداره؟ شما رفت اونو بوسیدن کرد خانم اونو. اون نه من شما رو بوسیدن کرد. نفهمیدم این چیه؟ کدوم؟ این؟ نمیدونم این چیه؟ آره تو بمیری، تو گفتی منم باور کردم. هنوز هیچی نشده داری به من خیانت میکنی؟ نه شعله جون باور کن که من به تو دروغ نمیگم. باور نمیکنم، همین الانم از اینجا میرم دیگه، نه من و نه تو. نه شعله ببین سب کنیم ببینم چی شده. خانم آجره از کوره در رفتی؟ آقا داره به من خیانت میکنه. غلط میکنه. چرا خیانت میکنی؟ اصغری تو که میدونی من شعله از جون خودم بیشتر دوست دارم. آره پس به شعله بگو اون قهر کرده میخواد از اینجا بره. غلط میکنه. چرا قهر کردی؟ میخوای از اینجا بری؟ بله من میرم. بله میره. اصغر جون جلوشو بگی برو. یعنی تو ریستیفیدی من قبول نمیکنی؟ نه نمیکنی. دستم به دومنت یه کاری کن قبول کنه. خیلی خوب دستم به دومنت یه کاری بکن. این دفعه من ضامن. اگه دفعه دیگه از این کارا کرد چی کارت بکنه؟ هر کاری میخواد بکنه. هر کاری میخوای بکن. حالا افیدون پیاده شو سواره سه چرخه شو. خیلی خوب این دفعه بخشیدمت ولی وای به حالت. بس دیگه این ننه من قریبم بازی های چه در آوردی؟ مگه نمیبینی من لباس کار پوشیدم؟ حالا چه وقت قراشیه که داریم اسباب کشی میکنیم؟ مگه جنگ پشه با خرمگسه؟ یالا شما هم کمک کنیم فردا باید بریم خونه جدیدی که خریدیم. بچه ها بجرم هر کدوم یه کاری بکنیم. زود باشیم بچه ها تابلوها رو بذاریم اونجا. چه ملبایی. خونه نخریدیم وقتی هم خریدیم خوبش خریدیم. مبارک اختری جو برگوش بیدم. آخه من میخواد خواهی مبارکه حراج بوسن خیرات بوسن بگیرم. نشونه میگم سرم ناراحت نباش. این همسایه های بغلیمون که تازه اومدن چند تا دختر خوشگل دارن. همین روزه میرن برات خواستگاری. دست بردارم مادر. پسرم اگه به حرف مادرت اطمینان کنی خوشبخت میشی. من همین امشب بهشون خبر میدم که فردا بریم عروسی ببینیم. همین امشب. بله ما عروس خانومو دیدیم و پسندیدیم خانوم. مرسی. چیو پسندیدیم؟ من ندیدم مادر. پسرم پسر خوبم به حرف مادرت اطمینان کن. مطمئن باش که خوشبخت میشی. سلام کوچولو. بیا تو عروس خانم خجالت نکش. شبه عقد و عروسی مهری. اما حیف که تو خیلی چلمن و بی‌عرضه‌ای. اختیار داری بزن قدش تا برات بگم. من زندگیمو از زیر صفر شروع کردم. حالا مدیر یه کاباره بزرگم. کی بیشتر از من پیشرفت کرده؟ بزن جا. الان چند ماهی که تو به من وعده میدی با داداشم راجع به عقد عروسیمون حرف بزنی. هی میگی باید صیغه خواهر برادری ببخشید صیغه برادری رو فسخ کنی. آخه پس کی فسخ میکنی بی عرضه؟ هی نگو بی عرضه. به رگ غیرتم بر میخوره ها. بازم میگم بی عرضه. خفه کاری نکن که از اینجا تا کاباره پای پیاده بودم خودمون برسونم به احمدی. نه یه عرضه داری بادو. میتوام بادو اختری به زبون خوش میگم میتوام بادو. پس چرا وایسادی؟ رفتم. نه یه ماچ بده خفه. حالا رفتم. عجله کن تا شب جمعه خیلی کار داریم که انجام بدی. شب جمعه میام. یا خدا موفق بشه. دلم همش امیده از سر تا پام سفیده. شب سیاه و غمگی رنگ چرا پریده. خانم تو کلی بشکن. آفو کلی بشکن. نمیشکنم. بشکن عروس منم بشکن. وای شب تاره
اگه گیسون بلنده واسه دل با کمنده به چشمات میبینه دل میپسنده همش مرواری بنده کی جای بیحالیه بزن امشب عالیه در میون بزن ما جای یاران خالیه بچه خوب و دل پسنده چقدر وقتم بلنده بچه خوب و دل پسنده چقدر وقتم بلنده خانم تو پلیم بشکن آب و کلیم بشکن نمیشکنم بشکن عروس منم بشکن وای شب تاره اگه گیسون بلنده واسه دلها کمنده به چشمات میبینه دل میپسنده همش مرواری بنده کی جای بیحالیه بزن امشب عالیه در میون بزن ما جای یاران خالیه بچه خوب و دل پسنده چقدر بختم بلنده بچه خوب و دل پسنده چقدر بختم بلنده آخ گرمی گرمی هم سر خوش صدایم یه ماچ بده که من گدایم داداش چون چه عجب اومدی پیش ما نام تطورت اجازه میدهی خودم به ما برسی ای شیطون فضولی نکن آزر احمد جون نمیدونی چقدر خوشحالم با پولایی که دادی یه جهیز همه چیز تمام واسه خواهرات درست کردم خدا پیرت کنه همیشه پیش شوهراشون سرشون بالاست کی میشه دومادی خودتو ببینم عجله نکن مادر هنوز مریم و آزر تو خونه مونده واه واه مگه فکر میکنی من زن همه کس میشم ای شیطون بلا راستی مریم کجاست؟ همین جا بود نمیدونم کجا رم چرا انقدر دیر اومدی؟ تازه هنوز مجلس تموم نشده بود من اومدم که بدقولی نکرده باشم زودم باید برگردم مگه هنوز مجلس برقراره ها؟ آره دیگه اما به همین زودی عروس داماد میرن هجله واخ 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 آخ جون چه هیکلی چه چیزی خیلی خوب چشاتو ببند میخوام لخته نفهمیدم دیگه چرا چشمامو ببندم ناسلامتی من و تو زن و شوهری آخه من خجالت میکشم خیلی خوب من خودم ها میرم اونجا لخ میشم تا برگردم تو هم باید لخ شده باشی تو بود من دان آخ خونمو خراب کردی خونت خراب ایده شد برش ایده دل ایده دل ایده دل ایده دل ایده خدا جونم قربونت برم الهی الهی که فدات بشم خدا من رو قربونت کنه ای شایلو سب کن ببینم نمیخوام بذار نمیخوام یه دقیقه سب ندارم یه دقیقه سب کن ببین چی میگم چیه؟ چرا زلزل زدی به من؟ گفتی فرق کردم نه خیر خانم جون من هیچ فرقی نکردم همون شاخ شمشادی که بودم حالام هستم تو پلپولای منو ببین نگاه کن ای وای 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 چشاتو ببند وای خدا جونم خیت و پیت شدی حالا درست شد نه فوتینا چیتینا پس تو موهات مصنوعیه بله چرا به من دروغ گفتی دیوونه من شوهر دروغ گو نمیخوام آهای بیای طلاق منو بگیری نجاتم بدی من شوهر بیمو نمیخوام مگه تو میخوای زن موهای من بشی گم شد دروغ گو
من نمیتونم با تو زندگی کنم. آهای مامان درگش چی شده؟ چه خبره؟ نگاه کن مامان، نگاه کن، از اول به ما دروغ گفته. اون موهاش مصنوعیه. من شوهر دروغگو نمیخوام. داداش اگه طلاق منو نگیری خودم رو میکشم. خفه شو. خفه؟ تو خانواده ما طلاق رسم نیست. کدوم زنی از فامیل ما طلاق گرفته که تو دومی باشی؟ ولی هیچ کدوم مثل من شوهر دروغگو حق باز به تورشون نخورده. در هر صورت با لباس عروسی رفتی تو خونه، شوهر باید با کفن بیاد بیرون. ولی من اصلا اونو نمیخوام. اگه به حرف من گوش نکنین هر چه دیدین از چشم خودتون دیدین. خفه شو، خفه شو دختر. تو باید یه اون با شوهرت زندگی کنی. درسته که اون به تو دروغ گفته، اما زن عاقل که نباید به خاطر یه موضوع کوچیک زندگیشو به هم بریزه. آخه فرید تحویلت میدم، اما نه، چون دیگه نمیخوام بهت دروغ بگم. صد تا نیست، من همش 30 سالمه، با شباش میشه 60 سال. درست 60 تا نخ موهم دارم، هر سال یکی شب و یکی روز در اومده. میگی نه؟ بشمر، ده بشمر دیگه، ده بشمر. اما عوض شوهرم خیلی با مزه است. آره خیلی با نمکه. در صورت دیگه نبینم که با هم دعوا مرافع کنیم. تو هم سعی کن همیشه هر تلاس بزنت بزنی. زن وصله تن آدمه. شب بخیر، بیا بریم مادر. شب بخیر احمد جون. خب دخترم، انشالله به پای هم پیر بشی. خدا نگهدار، شب بخیر. بای بای، کوتی ناختی. از خریدی که به من دروغ نگی ها. نمیگم، اما دیگه باید قرارم. ای با چرا؟ مهجه ایرا. حالا راضی شدی؟ آره خانم جون، قربونت برم الهی. بیا. خب عزیزم، گفتی که میری با داداشم صحبت میکنی؟ همین امشب. خانم جو، شما پاشو براغ خودت. چرا دست از سر برادر زن جانی من بر نمیداری؟ اقلن بیا پیش خود من. بفرمایید خانم، لطفا خلوت کنید. او میشه او میکنی؟ ها؟ من میرم سر کارم. آهای چشات در پیش کن. معذرت. به تمر سر جاد. الو توی سارا. سلام، ببین چی میگم، همین الان پرویز تو کاباره پیش احمده. تو نمیدونی چرا اومده اینجا؟ بله پدر من آدم سختگیریه. من میخوام شما و مریم و خانوادتون رو به عنوان یک خانواده متجدد و از فرنگ برگشته به پدرم معرفی کنم. وقتی اون مریم رو پسندید، حقیقت رو میگم تا مطمئن بشه که بین یک خانواده اشرافی و یک خانواده معمولی هیچ فرقی نیست. میدونین آقا، من آدم سختگیری نیستم، ولی وقتی فکر میکنم که با وجود پدرتون عاقبت زندگی شما و مریم به کجا میکشه، ناامید میشم. نه، جای هیچ ناامیدی نیست، شما که جوان روشنفکری هستید. ولی روشنفکر تا حدی ارزش داره که با حقیقت جور در بیاد. آخه خانواده های ما هیچ تناسبی با هم ندارن. فراموش نکنید که بعد از عروسی دیگه مخالفت خانواده یا پدر من مطرح نیست. مهم اینه که ما بتونیم با هم زندگی کنیم و میتونیم. اینو به شما قول میدم. بسیار خوب، من فکرامو میکنم و با مریمم صحبت میکنم، بعد به شما خبر میدم. ولی شما فردا باید تشریف بیارید منزل ما. نه، به این زودی ممکن نیست. خواهش میکنم، من از شما میخوام که به ما کمک کنید. سکوت علامت رضاست، درسته؟ خیلی متشکرم. پس من میرم با پدرم صحبت میکنم، با مریمم قرار گذاشتیم، خودش همه چیزو براتون میگه. فعلا خداحافظ. فردا نامزدم و خانوادش از اروپا میام. چون هنوز منزل نگرفتن، من دعوتشون کردم که بیان اینجا پیش ما. خوب کاری کردی پسرم. خوب از نامزدت تعریف کن، حتما خیلی خوشگلی. آره پدر، من مطمئنم که حتما شما میپسندینش. پسرم همینقدر که همشان خانواده ما باشه کافیه. علف باید به دهن بودیشیم بیاد که انگار اومده. پدر جون. جان. شما و پرویز خیلی اصرار کردین که من فردا منزل باشم و نامزد پرویز رو ببینم. با اینکه مسافرت مهمی در پیش داشتم، ترتیبی دادم که فردا بمونم. ممنونم خواهر جون، حتما شب عروسی تلافی میکنم. حرفشم نزن داداش. خانم پرویز خان با نامزد و خانواده نامزد آمدن کرتاهه. شما ندانید نامزد چقدر خوشگل هست. جدی میگی؟ بله جدی. خوش اومدیم. خیلی خوش آمدیم.
بفرمایین منزل خودتونه، خواهش میکنم. خانم شما چرا اینجوری گرداهه؟ موضوع چی هست؟ اینا همونان، تو برو جلو. خیلی از زیارتتون خوشوقت. خواهر من خیلی خوشبخت. خواهر من خوشبختم مادمازل. نو یعنی نه نه، ایشون مادام مال بنده هست، بنده شوهر مال مادام. معذرت میخوام مادام. آه من فراموش کردم متشکرم به فارسی چی هست. متشکرم خودش فارسی. یس یس یعنی نو نو یعنی بله بله. متشکر در فارسی است به معنای ممنون. ممنون را شما در فارسی چی گفتم؟ منومس یس یس بادیه می. به نظرم ممنون خودش فارسی باشه. نو 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 چخلین گریب یعنی ابدا ابدا ابدا. پدر نام زدم. بیا جلو. اجازه بدید من شما رو بریسم. بفرمایید مادام. بفرمایید خواهش میکنم. بفرمایید استدعا میکنم. بفرمایید من بیدم سری به خمره بزنم. بزنم خوب بزنم. وای قرقاول گذاشتن. فهمیدم دخترم بیا با نامزد برادرت آشنا شو. بیا پیش ما. دخترم چرا بایستگی؟ بیا بشین. چشم بابا. با دختر من آشنا بشین. خوشبختم. منم خانم تلفن شما رو خواستن کرد. منو؟ بله. من دروغ گفتم. شما باید تلفن گرفتن کرتاهی. با اون شماره با نامزد صحبت کرتاهی. خوب فکری. الو هوشنگ جون تو این قربون تو. آره الو. بله بله ببخشید احمد خان کی هست؟ من هستم. تلفن. ببخشید. ببین چی میگم، ساعت 8 میام روبروی سینما باشه؟ آره ماشینمو اون بر خیابون پارک میکنم. الو احمد جون. شله تویی؟ آره عزیزم من از مسافرت برگشتم، الان اومدم خونه. از آذر پرسیدم، گفت شما رفتین منزل نامزد مریم. از اطلاعات تلفنشو گرفتم. جدی میگی؟ خیلی خوب الان میام خونه. خیلی معذرت میخوام، یه کار مهمی برای من پیش اومده، میرم و زود برمیگردم. هر جور میل توئه. سرکن ببینم کجا داری میری؟ مگه نمیبینی چه اوضاعیه؟ هر جا میرم یه نفر شکل شعله سر رام سبز میشه. دیگه دارم دیوونه میشم پسر، مغزم داره سوت میکشه. این از خواهر پرویز، اونم از اون دختر هندیه که تو کاوار است. نه یادت نیست چقدر امتحانش کردیم که مبادا شعله باشه ولی رفوزه نشده؟ آره اما من هنوز شک دارم، میترسم یه کلکی تو کار باشه. منم فکر میکنم این خواهر پرویز خان همون شعله خود خودمونه. ولی الان شعله داشت تلفنی با من حرف میزد. او جون من تو. گفت تو خونم. منم الان دارم میرم ببینم راست میگن یا نه. پس برو مردش نکن. برو برو چیز بزن برو. اینه بز قندی برو. ایو عجیبه ها، این کلاف سردرگم روز به روز داره بیشتر گره میخوره. منو چنن نه. میدونی ماجرای اون دختر هندیه یادتی که گفتم خیلی شکل توه؟ آره. امروزم که رفتم منزل نامزد مریم خواهرشو دیدم، اونم خیلی شکل توه، مثل سیبی که دو نصف کرده باشه. نه جون تو باور نکردنی، چرا همه شکل من در میاد؟ با
بس که خوشگلی عزیزم. خب من باید برگردم. خدا نگهدار عزیزم. قربونت برم. سلامت. شما باید بخشید منو. دختر شما کجا را؟ برم قبل خواست این سوال را پرسیدن شد. اما فارسی آن را ندانست چی شد؟ والا نمیدونم. الان اینجا بود. امشب ای ساقی من مست مستم، چون نگاه تو می پرستم، به سلامت خود خودم. بله کجا بودی خانم؟ بله به من چه؟ کجا بودین آقا؟ به تو چه؟ بله به من چه؟ ببینم خودت چی؟ تو کجا اینجا کجا؟ تو خودت کجا اینجا کجا؟ من حرف بزن. نمیفهمم تو این خونه چه خبره؟ دختر عمو جان موضوع چیه؟ برای منم بگو. مربوط به ازدواجه. پس چه عروسی میکنیم؟ نیمه اگه به کسی نگی هفته ی آینده. باز گفت هفته ی آینده. آخه سر من بیچاره داغان شدی. باز که برگشتی عزیزم؟ برگشتم. داداشت کجاست؟ شاپور. آره اونا هاش اونجا خوابیده. خوابیده ها؟ بیدارش کن. کاریش داری؟ شما هم باید بیاین منزل نامزد مریم. ای وای نه. چرا نه؟ آخه ما وضع سر و لباسمون خوب نیست. میریم فروشگاه براتون لباس میخرم. یالا را بیافتیم. نه احمد ما نمیاییم اونجا. میدونی من نمیتونم بیام اونجا. چرا؟ برای اینکه تو خواهر پرویزی، دختر آقای کبیری، درسته؟ اینم پسرموته نه برادرت. احمد جون چرا اینقدر عصبانی هستی؟ درسته که من دختر کبیرم، ولی عشق تو منو وادار کرد که بهت دروغ بگم. حالا بقیهش از آن بشنوید. کاباره آلاله مال من مطبخ بوده. دخترمو وادارم که نمیشم که اونجور مفت و مجانی کاباره نازنینمو بهت بفروشم. حرومت باشه. خبشا چه این دیو باشه. تو منو آلت دست خودت کردی شوره. تو منو به بازی گرفتی. در حقیقت من خودم هیچی نبودم. این تو بودی که منو مثل عروسکای خیمه شب بازی به هر طرف که دلت میخواست میچرخوندی. اما حالا دیگه نمایش تموم شد و من پهلوان پنبه نمایش تنها موندم. تنها و در مونده و باز آوارگیام و بدبختیام شروع شد. نه احمد، نه تو تنها نیستی. من همیشه در کنار تو هستم. برای چی؟ برای اینکه یه بازی دیگه را بندازی؟ نه حالا دیگه باید با حقیقت روبرو بشم. پسرم من نامزد تو پسندیدم. امیدوارم پای هم پیر بشین. من بهتون قول میدم که دیگه ازدواج شما هیچ مانعی نداشته باشه. نه شما اشتباه میکنید هست آقا. من اشتباه میکنم؟ بله. پسرم چی داری میگی؟ همه به شما دروغ گفتن آقا. دخترتون، پسرتون، من، همه ما. ما که یه خانواده از فرنگ برگشته نیستیم، بلکه یه خانواده معمولی و فقیر هستیم که قبل از این حتی به نون شب محتاج بودیم، تا اینکه سر و کله دختر و پسر شما تو زندگی ما پیدا شد. احمد جون خواهش میکنم ساکت باش. خواهش میکنم. نه شعله، من باید حرفامو بزنم. دارم دق میکنم، دارم دیوونه میشم. بله آقای کبیر، دختر شما برای من کاباره خرید و من از درآمد کاباره برای خانواده‌ام یه خونه خریدم. ما خودمون هیچی نبودیم و نیستیم. خواهر من که میخواد عروس شما بشه خودش هست و این لباسی که تنشه. و خود من، اگه خبر داشته باشین که دخترتون به من وعده ازدواج داده، باید بدونید که یه راننده تاکسیم. هیچ سرمایه‌ای هم ندارم. باید صبح زود بسم الله بگم و بشینم پشت فرمون.
اینقدر عرق بریزم و جون بکنم تا دخل صاب ماشینم رو جور کنم، همینطور خرج خونوادم رو. آقای کبیر، حالا جواب بدید، بازم موافقین که من و خواهرم عروس و داماد شما بشیم؟ نه، نه، این غیر ممکنه. باز اگه از برخورد اول تقلب در کارتون نبود یه چیزی، ولی حالا برین بیرون از منزل من. یالا برو بیرون خانو، برو. پدر جون، خوش میکنم. بسیار خوب، بیا شعله خانم، این کلید ماشین و منزلت. ما دیگه هرگز به اون منزل و به اون کابره قدم نمیذاریم. اینا ارزونی خودتون. ما به همون کلبه یه گلی خودمون قانع هستیم. نه، باز برگشتیم سر خونه اولمون. دوباره باید از صفر شروع کنیم. اما قصه نخوری، من بهتون قول میدم همونطور مثل سابق شب و روز واسه راحتی شما ها کار کنم. اصغری، تو هم زن داری، دست رو دست گذاشتن فایده نداره. باید از همین فردا بریم دنبال کار، روز از نو، روزی از نو. من تصمیم خودم رو گرفتم شعله، الانم دارم میرم منزل مریم، همین روزان باش عروسی میکنم. پس بابا چی؟ از اون جدا میشم، یعنی در حقیقت از ثروتش جدا میشم. خودش پدر من هست و همیشه هم احترامشو دارم. خب برای عروسی دعوتتون میکنم. خدا حافظ. پرویز صبر کن. ثروت همیشه هست، اما عشق فقط یک دفعه سراغ آدم میاد. بسیار خوب. آره پرویز، منم باهات میام، ولی باید اونجور که من میخوام بریم پیششون. منظورت چیه؟ بشون تو برات بگم. بگو ببینم احمدی، چرا انقدر دماغی؟ هی بابا، دست به دلم نذار. چی میگی پسر؟ مگه کشتیات غرق شده؟ تو خودت به من میگفتی از تو حرکت، از خدا برکت. حالا مگه چی شده؟ نه ما پیریم، نه خدا بخیر. اینقدر خودتو ناراحت نکن پسر، یه دهن از اون آوازه قشنگت بخون ببینیم. برو بابا، دل خوشی داری، خیلی خوش آمدن کردی. یه بوش بگه ببینم. شیری زبون خانوم، ای چش چرو نهیز، برو اون کله نخنماتو تو آینه ببین. کلامو بگه. شما ناراحت هستی؟ اومدی اینجا چی کار؟ من آمد که به شما کمک کرد، من مقداری پول داشت. پولتو بس خودت نگردار. آخ، مال من بودن بود. من خواهش کرد که شما عصبانی نشد، من شما رو دوست داشت. بیا برو بیرون زن، برو گم شو. شما گوش کرد، من در یک کباره کار کرد، پول خوب گرفتن کرد. اگه شما با من ازدواج کرد، تمام پولهای من مالی شما شد. پسرم، چرا اینقدر عصبانی هستی؟ چرا با این بیچاره اینجوری رفتار میکنی؟ مادر جون، مادر، این چه حرفیه که میزنی؟ تو که میدونی من دلم پیش شعله است. میدونی که من شعله رو از جون خودم بیشتر دوست دارم. درسته که اونو به من نمیدن مادر، درسته که شعله لقمه من نیست، اما من چطور میتونم فراموشش کنم؟ آخه چطور میتونم با این آتش پاره؟ شعله، پس تو؟ آره احمد من. من از اول حدس میزنم که تو. ولی من اینقدر خوب رولم رو بازی کردم که همه تون گیت شدی. ای نابالا. عجب آتیش پاره یا. حالا احمدی به جای خود. منم این همه وقت نفهمیدم که شیرین زبون خانم همون شعله خودمونه. عجیبه ها. اینم که اینجاست. سلام احمد آقا. سلام و علیکی سلام. عزیزم، ما از پدرمون جدا شدیم. خوب کاری نکردی. برگردین سر خونه و زندگیتون، برگردین پیش پدرتون،
شما نباید خودتون آلوده این زندگی پر درد سر ما بکنید. اصلا ما برای شما وصله ناجوری هستیم. نه احمد آقا، دیگه کار از کار گذشته. عزیزم خواهش میکنم سخت نگیر. من و پرویز نمیتونیم بدون شماها زندگی کنیم. این کار ما نیست، به سرنوشته، کار دله. چرا نمیخوای بفهمی؟ راست میگه احمد جون، از خر شیطون پیاده شو، سوار خر مولا نصرالدین شو، بذار ما از صدقه سرتو به یک نوای برسیم دیگه. سکوت علامت رضاست، درسته؟ بله. من ترتیب همه کارا رو دادم. شب جمعه با پول خودمون یه عروسی ساده و مهمتر میگیریم. من حتی برای پدرم هم کارت دعوت فرستادم. نه نه، من هرگز با اون عروسی قدم نمیزنم. ولی عموجان شلو و پرویز فرزندان شما هستند. شما که غیر از اونا کسی رو ندارید، دارید آدم نباید کینه توز باشه. من کینه توز نیستم، ولی اینقدر صبر میکنم تا اونا سرشون به سنگ. نمیخوره عموجان، اونا با عشق ازدواج کردن در مطمئن باشید خوشبخت میشن. منم مثل شما همیشه فکر میکردم که عشق چیز موهومیه. فکر میکردم چون شلو دخترموی منه، منم از خانواده‌اش هستم، عقد ما رو در آسمون ها بستند. ولی اون چیزی که نمیشه تغییر داد، باید تحمل کردم عموجان. گذشته ها گذشته، باید آینده بوده بوده. شما که نمیتونید تا آخر عمرتون توی این خونه تنها زندگی کنید، نید خواهش میکنم منطقی فکر کنید. خواهش میکنم. بچه ها تبریک میگم بهتون. سر و وضع منو نگاه میکنید، من عمدن این لباس رو پوشیدم که شما منو به مجلس خودتون راه بدین. اختیار دارین هست آقا، اختیار دارین. خیلی خوش اومدین، قدمتون بالای چشمم. متشکرم داماد عزیزم. تبریک میگم می، با اینکه رقیبی تبریک میگم می. عروس خوشگلم. نه نه نه، بذار صورت تو ببوسم. خوشبخت بشی. امیدوارم خوشبخت بشی. تو هم همینطور پسرم. دخترم و جان چقدر خوشحال شدید. نه آخه چرا؟ مربوط به ازدواجه دیگه، لازم نیست به من بعده سر خرمن بدید. بعده سر خرمن چی شاپور جان؟ من همیشه به اعتراض گفتم چیزی که هست مربوط به ازدواج من و تو نبود. پس مربوط به ازدواج تو و اینه؟ آه ساکت باشید خانم ها، آقایون لطفاً توجه کنید، من اومدم اینجا که همه شما را از اینجا ببرم، چون همین الان مهمونای منم منتظرن. عروسی این بچه های من باید اونطور که من دلم میخواد برگزار بشه. مبارکه.